آقا یه لحظه تشریف بیار. خود حاج آقایی ماشاءالله حقوق بگیر دولت ایرانی. اصلا بهترین احترامو گذاشتم به ما. آقا شما دارید اصلا یه جوری دیگه ای صحبت میکنید. اصلا از کجا اومدی؟ شما ذهنتون رو خراب کرده. همیشه پاس آقا هستیم. در مسیر نجف به کربلا هستیم، در منطقه شیعه نشین عراق. همونطور که در تصاویر میبینید تقیدی به رعایت نکات بهداشتی وجود نداره. این همه جمعیت طبیعتاً بهداشت کامل مراد نمیشه. الان که دیگه خبری از کرونا نیست، ولی در مقایسه با سال قبل خیلی بهتر شد. الان این ببخشید من یه نکته بگم، من خودم شاهد بی احترامی بعضی عراقی ها به ایرانی ها بودم. اصلا من که ندیدم. اینجا عراقی ها به هر زواری که بیاد خدمت میکنن و از جون دل مایه میذارن. از کجا اومدی؟ بهترین احترامو گذاشتم به ما. بهترین ماساژور، غذا، همه جوره. نه اصلا ما خیلی احترام گذاشتیم. شما اشتباه دیدید. ما به احترامی از اینا هیچ علاقی ندیدیم. الحمدلله خدای شکر. اصلا چرا باید دولت ایران اینقدر تشویق کنه مردمو به حضور در این راه بیمایید؟ اولا مردم ایران کلا به خاطر امام حسین میان. آیا فکر نمی‌کنید که مردم عراق به خاطر حمایتی که دولت ایران از اینها میکنه این خدمات رو به ایرانی‌ها میدن؟ اصلا این حمایت خود مردم هست. پذیرای دیگه اومده اصلا شما بهترین پذیرای. آقا هلالی بود. آقا یه لحظه تشریف بیار. آقا یه لحظه نظرتون رو بگید. یه لحظه شما اینجا تشریف داشته باش. یه لحظه شما بیا. آقا شما نظرتون چیه؟ شما دارید اصلا یه جوری دیگه ای صحبت میکنید. این نیست، هر حمایتی هم باشه چه از کشور ایران باشه چه عراق باشه، اینا همه یه هدفی رو دنبال میکنه که ما دنبال اون هدف هستیم. شما ذهنتون رو خراب کرده. چیزی که من دیدم چشم سیاهی دیدم. کات. شما آیا وابسته به دولت ایران هستین؟ حقوق بگیر دولت ایرانی؟ اصلا بنده یه خیاط هستم، تولیدی پوشاک دارم. هر موکبی که رد شدیم عکس ابو مهدی المهندس و حاج قاسم سلیمانی کنار هم بود و این نشون دهنده اتحاد قلبی ایران و عراق. بعضی از ایرانی ها دیدم که موکب های عراقی رو تحریم کردن. اصلا اینجوری نیست، غذاشون رو نمیخورن. ما همیشه پشت هم هستیم. سب کن. آقا و سلام نامه تمام سلام. آقا در مقابل دوربین مخفی بودین. دوربین مخفی دست کن ببین. مرسی، دم همتون گرم. عشق ابی عبدالله، عشق ابی عبدالله فقط.